شیعیان فراموش شده منطقه سامپانگ اندونزی که از 7 سال قبل با حملات و فشارهای گروه‌های وهابی از خانه و کاشانه خود آواره شده اند، با خطر مرگ بر اثر بیماری‌های واگیردار روبرو هستند. نور خلوص، یکی از آوارگان سامپانگ، با اعلام مرگ یک جوان 24 ساله بر اثر بیماری سل گفت، این جوان به نام کوریا بر اثر رنج ناشی از تومور و سل در بیمارستان سوتومو در شهر سورابایا جان باخت. کوریا یکی از صدها شهروند شیعی اهل سامپانگ است که از دیماه سال 1390 شمسی بالاجبار از موتن خود رانده شده اند و در فلاتهای جومندو در شرایطی سخت و رنجاور زندگی می کند. شیعیان سامپانگ پیش از سکونت در فلات‌های جومندو در ورزشگاهی در سامپانگ زندگی می‌کردند. در سال 2015 میلادی نیز یکی دیگر از اهالی سامپانگ به نام بوسیدین به علت نبودن دارو جان باخته بود. در آن زمان سنی‌های تندرو مانع از تشییع پیکر بوسیدین در زادگاهش شدند. پیکر کوریاه نیز به سرنوشت بوسیدین دچار شد و آوارگان سامپانگ به دلیل ممانعت افراطی‌ها ناچار او را در مکانی دیگر دفن کردند. کمیسیون قربانیان و مفقودین خشونت کنتراس در سورابایای اندونزی از پلیس به علت مانع تراشی برای دفن شیعیان سامپانگ در روستاهای خود شکایت کرده است. گفتنی است از ماه محرم 6 سال قبل صدها تن از شهروندان شیعی اندونزی به همراه یکی از روحانی‌های شیعی منطقه بعد از به آتش کشیده شدن خانه‌هایشان به دست وهابی‌ها و سنی‌های تندرو مجبور به ترک منازل خود در روستاهای نانگ کرنانگ و کرمگایم در دو منطقه اومبن و سامپانگ شدند. کمیسیون قربانیان و مفقودین خشونت کنتراس در سورابایا برخی مقامات حکومتی را به همکاری با وهابی‌ها برای فشار بر جامعه اقلیت شیعی سامپانگ متهم کرده است.